جوانانی که رویدادهای این کشور مسیر آیندهشان را تغییر داده. اینجا بغداد است، شاید تنها پایتخت کشوری در منطقه که بیشترین پس لرزه های معادلات سیاسی را احساس کرده است. بغداد شهر پرجنجالیه، اما تنش‌های سیاسی اینجا خیلی بیشتر از ترافیک خیابوناشه. گاهی اوقات تأثیر نزاع‌های داخلی رو به راحتی میشه در بین مردم عادی حس کرد. حضور گسترده نیروهای امنیتی در سطح شهر، پرچم‌ها، نمادهای مختلف، این احساس رو به تازه وارد منتقل می‌کنه که هر لحظه امکان این وجود داره در این کشور یک اتفاق سیاسی غیرمنتظره بیفته. از سال 2003 به بعد و پس از سقوط دولت صدام حسین، این کشور کمترین روزهای باثباتی را سپری کرده. اما 3 ژانویه سال 2020 میلادی کشته شدن یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی ایران در خاک عراق تنش‌ها را به اوجش رساند. به سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و ابو مهدی، مهندس معاون اجرایی 8 شعبی، داریم نزدیک میشیم. فکر میکنید که چه تغییراتی در اوضاع سیاسی عراق به وجود آورد؟ متاسفانه عراق در حال حاضر به میدان تصفیه حساب کشورهای زیادی تبدیل شده، از جمله نزاع بین ایران و آمریکا. دولت عراق تلاش میکنه هر چقدر در توانش هست حمایت بکنه از حاکمیت این کشور و در این مسئله بیطرفی خودش رو حفظ بکنه که نه در جبهه ایران باشه و نه در جبهه آمریکا. ایران اما در جواب حمله آمریکا به قاسم سلیمانی 5 روز بعد به پایگاه عین الاسد حمله موشکی کرد. دود این حمله و ضد حمله به چشم دولت عراق رفت. موج اعتراضات علیه دولت بالا گرفت. 12 ژانویه کشته شدن 2 روزنامه‌نگار در بصره و 5 فوریه کشته شدن 8 معترض از سوی هواداران مقتدی صدر در نجف آتش تنش‌های داخلی را بیشتر کرد. بعد هم بلای دیگری از سر رسید. علی‌رغم مشکلات سیاسی و امنیتی، شناسایی اولین مبتلا به ویروس کرونا در 24 فوریه در نجف اوضاع این کشور را بحرانی تر کرد. اما حتی کرونا هم نتوانست از ترور فعالان سیاسی این کشور بکاهد. 6 جولای ترور هشام الهاشمی بزرگترین شوک به کابینه دولت بود. هیچ کس در رابطه با این قتل دستگیر نشد. 31 جولای مهمترین وعده برای مردم و البته معترضان عراقی از سوی نخست وزیر این کشور داده شد. تعیین روز انتخابات زود هنگام. ادامه حمله گروه‌های غیرقانونی عمدتاً نزدیک به ایران به منطقه سبز بغداد. 17 نوامبر برای دومین بار اهالی مدنی هدف راکت گروه‌های مخالف آمریکا قرار گرفتند و چندین زن و کودک کشته و زخمی شدند. سال 2020 میلادی در عراق با تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی زیادی شروع شد. موج گسترده اعتراضات مدنی، ترور فعالان و روزنامه‌نگاران اینجا در بغداد و جنگ سرد بین ایران و آمریکا از مهمترین رویدادهای یک سال گذشته در این کشور بوده و مشخص نیست چه اتفاقات دیگری با شروع سال جدید میلادی در انتظار اینجاست، چون هر معادله‌ای میتونه اختلافات رو بیشتر و تنش‌ها رو عمیق‌تر بکنه. تنها شاهدان گذشت هر ساله عمر پرتنش این کشور مردم عراقند. شاید وعده رسیدن اولین کاروان واکسن کرونا در ماه‌های اولیه مرهمی بر زخم‌های سال گذشته‌شان باشد. اما سایه اختلافات طائفی، نزاع کشورهای خارجی، فساد اداری و احتمال همیشه‌ای تهدید گروه‌های تندرو همچنان اینجا سنگینی می‌کند. و مشخص نیست این غروب‌های آرام و زیبای دجله در آغوش بغداد چه زمانی همیشگی خواهند شد. توسک صادقی، ایران اینترنشنال، بغداد.